اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. بنام خداوندی جان و خیرات و بارزی سلام و درود و خسته نباشید. خدمت یکایک بیننده های عزیزی تلویزیونی خورشید و خدمت شما دوستان و علاقمندان برنامه زیبای فقه خانواده، نهایت خدا خرسند و خوشحال احساس میکنم که باز هم حیات یاری کرد و فرصت باقی بود که توانستم در خدمت شما تا لحظات و دقایق پیش روز قرار بگیرم. امیدوار هستم از داشته های میروزی برنامه استفاده ببرین و ما را همراهی بکنین. عنوان ماست امروز کیف تؤثر فی قلوب المقربین، چگونه در قلوب یک دیگر مؤثر واقع شویم، چگونه می توانیم برابر است که زن به همراه شوهرش یا شوهر با زنش و یا در بین انسان ها محبوب باشیم و در قلبشان مؤثر واقع شویم. این موضوع خیلی از موضوعات های مهم هست که نه تنها این بحث مفید برای خانواده واقع میشه، بلکه برای سایر انسان ها، چون هر انسان میخواهد محبوب باشه. چگونه در قلوب دیگرا مؤثر واقع شویم؟ عنوان ماست چگونه زن در قلب شوهرش مؤثر واقع شود، چگونه شوهر در قلب خانمش. اما قبل از آن بحثی که ناتمام مانده بود از مباحث قبلی میخواییم به او هم بپردازیم. در جلسه قبلی صحبتی داشتیم دوست عزیز که خانم از شوهر چی میخواهد و شوهر از خانم چی میخواهد. خواسته ها زیاد است، لکن این چهار چیزی که خانم از شوهر و شوهر از خانم میخواهد تا یک ارزیابی خیلی دقیق و مهم در میان 200 خانواده صورت میگیره و پارچه توضیح میشه و هر کس خواست خود ابراز میکنه. اولین چیزی که یک مرد از خانمش میخواست اهتمام بیت یا وارسی و رسیدگی به امور خانواده، به امور خانواده. و ما همیشه یک نکته را با شما شریک کردیم که امروز زندگی زناشوهری خلاصه میشه به محبت، به دوست داشتن، به گذشت و غیر ذالک، در حالی که 95% یا زیر 5% شه محبت تشکیل میده. شوهر تو را دوست داره، تو شوهر خود را دوست داری، خب به امور خانوادهش رسیدگی نمی کنی. شوهر با تو چیکار میکنه؟ شوهر تو را دوست داره و تو او را دوست داری، لکن اولادش تربیت نمی کنی، خانوادهش عزتش آبرویش مالش حفاظت نمی کنی. پس اولین چیزی که یک شوهر 95% مردها از زن می خواست امی بود که به امور خانوادهش اهتمام بکنه، توجه بکنه و رسیدگی بکنه. دومین چیزی که یک مرد از زن می خواست ابراز دوستی بود. هر زن شوهر خود دوست داره و به اساس امی دوستی و محبت است که با او ازدواج میکنه، ولی اظهار این دوستی کمال هر زن نیست. دوستی خود اظهار بکنه و برای شوهرش بگویه که دوستت دارم، بگویه که من به تو افتخار میکنم، بگویه که من تا بگاه منتظرت بودم. اظهار این کلمه را مرد میخواه و به اظهارش یک مرد خوشحال میشه. 85% مردا نوشته کرده بود که میخواهیم خانم های ما با ما دوستی خود و محبت خود و علاقه خود ابراز بکنه و اظهار بکنه. نکته سومی که مردها از زنها خواسته بودن احترام بود. احترام به مرد، به شخصیتش، به خانوادهش، به آبرویش، به حیثیتش. زن، بدترین زن اموز که شوهر خود تحقیر کنه، بدترین زن اموز که شوهر خود به نظر کم ببینه،
توهینش کنه، سبک ببینه و در مقابلش خودش خانواده خود بزرگ جلوه بده. و آخرین چیزی که یک مرد از زن میخواست توفیر الطعام بود، که یک زن باید در غذا سلیقه خود نشان بده، کوشش بکنه غذاهای متنوع آماده بکنه. و اولین چیزی که بعد از این ارزیابی که به سطح دانشگاه صورت میگیره در کشور قطر، زن از مرد چی میخواهد؟ 95% و 96% زنها از مردا میخواهد که تحمل مسئولیت کنند. مرد ادعا داره که من کلان خانواده هستم، ولی به مصداق این ادعای خود عمل کنه. مرد مسئول است، تربیه اولاد متعدی است، یک طرفش مسئولیت خانم است و یک طرف مسئولیت پدر است. بگو خانم به پدر میگه به اولادش که فردا اگر پدرت آمد دیگه تو را به او میسپارم، تو بزرگ شدی دیگه حرفی مرا نمیشنوی. ولی پدر بیشترین وقت خود در بیرون سپری میکنه، در حالی که به پدرای عزیز خود باید بگویم اولاد ما، دختر ما، همسر ما به مراتب به اهتمام ما، به توجه ما، به لطف و عنایت ما، به اخلاق ما، به رفتار ما و حتی به گفتار ما بیشتر نیاز دارن نسبت به پول، نسبت به سرمایه. بسیار خانواده ها هستن پول دارن، سرمایه دارن، اما خوشبخت نیستن، اما خوشحال نیستن. چون خوشی و سعادت انسان در یک قطعه گوشت است به نام قلب. وقتی او صالح شد تمام بدن صالح میشه. پس به این خاطر اولین چیزی که زنها از مرد میخواهند تحمل مسئولیت کنند. مسئولیتی که در قبال همسر خود و خانواده خود داره باید به او مسئولیت خود رسیدگی کنه، مسئولیت خود انجام بده. دومین چیزی که زنها از مردها خواسته بودند در این ارزیابی و امتحان شعور امنیت بود. زنها باید مطمئن شوند از ناحیه شوهرشان که شوهر اونا را دوست داره. یک شی طبیعی و فطری در انسان هاست دوست عزیز. ما از چند لحاظ میتانیم، از لحاظ علم روانشناسی، علم نفسی، روحی و همچنان علوم اسلامی، هر انسان خوش داره برابر از زن باشه یا مرد دیگر او را دوست داشته باشه. در صورتی که یک مرد حرکاتش، رفتارش تغییر میکنه، زن نگران میشه. حتی اگر یک مرد همیشه آلوده زندگی کرده باشه، لباس طیب و پاکیزه نپوشیده باشه، یک بار ببینی که سر و صورتش تغییر کرد، رفتارش تغییر کرد، جس که بر بالای زن تأثیری و سزایی به جا میگذاره. زن نگران میشه امکان داره شوهرم مرا دوست نداشته باشه، با کسی دیگه رابطه کنه. حتی بیش از حد رابطه یک پدر، رابطه یک شوهر با مادرش زن نگران میسازه، با خواهرش نگران میسازه. باید یک زن از طرف شوهر کاملا مطمئن شود و احساس امنیت بکنه، چرا زن همیشه به شوهر خود توجه داره و همیشه دوستی شوهر خود میخواهد. در زنها 90 درصدشان تک طلب هستن، فقط میخوان شوهر خود دوست داشته باشن. بسیار تعداد محدودشان و اندکشان امکان داره به دیگرا نظر به تربیه منفی که دیدن توجه کنه. وقتی یک زن ازدواج میکنه، با مرد تفاوتش در چیست؟ مرد وقتی که ازدواج کنه، رفتارش، در گفتارش، در حرکاتش تغییر میه و میخاطر زن نگران میشه. زن مرد وقتی که ازدواج کنه نشیط میشه، سر حال میشه، خیلی خوشوقت معلوم میشه. درام که برای به دوستایش سلامی زده میره که کاملا مطمئن باشین، حالتان بهتر باشه و همیشه سر حال باشین و همیشه خوشحال باشین، خوشوقت زندگی کنین. ببینی که رفتارش کاملا نسبت به رفتار قبلیش فرق میکنه. شما مطمئن باشین که این جوان یا ازدواج کرده و یا هم نامزاد شده. رفتار یک مرد بعد از ازدواج تغییر میکنه.
رفتار زن، زن پیش از ازدواج، دختر پیش از ازدواج سر حال و نشیط می باشد، اما بعد از ازدواج دچار افسردگی می شود. اگر خوب محصل باشه، خوب متعلم باشه، خوب دانشجو باشه، می بینی که علاقش کمتر شد، همیشه به تشویش، همیشه نگران، همیشه پریشان است. به این خاطر وقتی یک زن مرد می بینه که کاملا تغییر کرده، دیگه نگران میشه، باید یک مرد همیشه خانم خود در هر حالت اطمینان بده که تو مطمئن باش، من تو را دوست دارم و میخوایم با تو زندگی کنم و تو را طلاق نمید. این دومین چیزی بود که زنها از شوهرای خود خواسته بودند. سومین چیز احترام است. همانطور که یک مرد میخواهد مرد زنها او را احترام کنه، از او بیشتر زن خواهشش امیز، تقاضایش امیز که مرد به او احترام کنه. ولی امروز در افغانستان متاسفانه در کشور عزیز ما در اکثر مناطق با زن چون کنیز برخورد میشه، با زن چون یک برده برخورد میشه. همان طوری که یک مرد خوش داره، زن هم خوش داره که به او مرد احترام کنه. اینکه احترام مرد چگونه باید صورت بگیره، بعد از نشر یک حدیث با شما شریک می‌کنم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري. از عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما روایت هست که نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود ظلم باعث تاریکی های متعددی در روز قیامت می گردد. دوستان حت عزیز، شما را دوباره به ادامه بحث من پیرامون چگونه میتوانیم یا میتواند دیگرا در قلوب همدیگر مؤثر واقع شوند. اما قبل از او وعده کرده بودیم که بحث قبلی خود را که شوهر از خانم و خانم از شوهر چی میخواهد تکمیل میکنیم، لذا و او بحث خود هم پرداختیم و اشارات مختصری داشتیم. سومین چیزی که یک زن از شوهرش میخواست احترام بود. احترام خانم است. باید امان طوری که یک مرد تقاضا داره که شوهرش، خانمش در مقابلش استاد شود، به او احترام کنه، باید یک مرد در مقابل خانمش استاد شود. رسول پاک صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت فاطمه را میدید از جایش استاد میشد، به دختر خود استاد میشد، به همسر خود استاد میشد. در مجلسی که فردی از افراد می بود پای خود دراز نمی کرد. پیغمبری که جایگاه انسان به او حدش می شناسد. ولی یک نکته را به همراهتان می خواهیم شریک کنم. شاید مردا بگوید که خب این قدر به زن ما احترام بکنیم، این قدر توجه کنیم و با خواسته های از این رسیدگی کنیم، پس ما دیگه کاملا تحت فرمان زن میریم و زن دیگه آمر میشه، ما مأمور میشیم. ولی یک چیز براتان میگم که پیغمبر در این راستا چی میفرماید. لا یغلبن الا الکریم، لا یغلبن الا الکریم. غالب نمی شود یک مرد در مقابل زنش مگر ای که کریم باشد. انسان کریم، انسان بردبار، انسان بزرگوار مغلوب می شود. هدف از مغلوبیت این است که زن هر چی بخواه و انجام بده. هدف از مغلوبیت است که زن سرش گپ میزنه. زن سرش گپ میزنه. و این نکته بود که سالها در نفس خودم من احساس میکردم. که وقتی که ما به زن بیم احترام کنیم، به زن استاد شویم، به زن سلام بدیم، زن قدر کنیم، دیگه حرف ما بیجا میشه و سیاست ما خراب میشه. در حالی که پیغمبر میگه مرد کریم مغلوب میشه در مقابل زن. مرد بزرگوار مغلوب میشه، مردی که تنخو خشن است و میشه میخواد غالب باشه. یعنی مرد وقتی کریم میشه که بخواد دیگرا با او مغلوب شود. هدف از مغلوبیت اینجا این است که یک انسان کفر میخواد ما بگویم درست است، یک انسان فسق میخواد ما بگویم درست است. هدف از مغلوبیت اینجا است که مرد با اخلاقی که داره، با رفتار نیکی که داره،
دیگرها را زیر تحت تاثیر خود قرار نمیده، دیگرها را سرش سیاست نمیکنه، سر و صدا نمیکنه، قال مقال نمیکنه، چیغ و فریاد نمیزنه. پس مرد کریم مغلوب میشه. ولا یغلبهن الا اللئیم، ولا یغلبهن الا اللئیم، مغلوب نمی شود، غالب می شود مگر شخصی که لئیم و فرومای است. انسان پست و فرومایه می خواهد زن خود، اولاد خود کل گیره تحت سیطره خود بیاره، حکومت کنه بر بالایشان. نظام خانه نظام حکومت نیست، نظام خانواده مبنایش اساسش بر محبت است، اساسش بر احترام است، اساسش بر گذشت است. حکومت نیست که ما حکومت کنیم، یا قضا و سارنوالی نیست که فقط تهدید باشه، پتکه باشه، سیاست باشه، سر و صدا باشه، غلمغال باشه. پس مرد فرومایه غالب میشه بر خانوادیش، مرد کریم همیشه مغلوب است. بین شما سرشانه من سوار شوین، تو خانوادیم هستی، تو همسرم هستی. یک انسان نباید داخل خانه وزیر باشه، بیرون برای مزدور باشه. ما چنین مردا متاسفانه در جامعه زیاد داریم، باید این نقص خود را بپذیریم. داخل خانه رئیس جمهور هستیم، آمر هستیم، باید چپ و راسته امر کنیم سر دختر خود، سر پسر خود، سر همسر خود. فرقش بولک میشه وقتی که به فرمان ما عمل نشود، ولی وقتی بیرون شدیم موش مرده باشیم، به پوشکم سلام بدیم سلام علیکم، ولی در خانه ظالم باشیم. پیغمبر میگه کسی بردبار و بزرگ است که در خانه مغلوب میشه، دیگر را سرش غالب است، و کسی فرومایه و پست است که در خانه میخواه همیشه حکومت کنه و غالب باشه و همیشه دیگر را سرش سر و صدا کنه و فرمان بده. پس سومین چیزی که یک زن از مرد میخواه احترام زن است. باید زن احترام شد. زن در اسلام، ما صحبت های هم در قبل داشتیم، چنان جایگاه داره، چنان عظمت داره، چنان بزرگ است که در هیچ دینی به او انداز اهتمام به زن نشد. زن مادر، زن خواهر، زن دختر، زن همسر. چهارمین چیزی که یک زن از شوهرش میخواهد توفیر و طعام است، تأمین مواد خوراکه. ایره ما قبلا هم سرش تماس گرفتیم که نباید یک مرد به حد پست و فرامایه باشه که در خانه دختر و همسر و خانم و غیر و ذالکش از گرسنگی فریاد بزنه و این کباب نوشی جان کنه و این مهمانی های لذیذ و غذاهای مکلف تناول کنه. این از فرومایگی یک مرد است و از پس بودن یک مرد است. باید یک مرد از خودش کرده بیشتر غذای لذیذتر و خوبتر به خانواده خود بخورانه. اما چیزی که بیشتر خانم ها به او توجه داشتن، رفتار خود یک مرد است. 5% زن ها در این پارچه ارزیابی خود نوشته بودند که توفیر طعام می خواهیم، تأمین مواد خوراکه. اما 95%ش می خواست که یک مرد مانند یک انسان با ما رفتار کنه. ما را باید به حیث یک انسان آزاد بشناسه، نه به حیث یک کنیز و برده. به هر حال دوست عزیز، این بود ادامه بحث قبلی من. حالا برمیگردیم به بحث جدید. گفتیم چگونه می توانیم در قلب همدیگر مؤثر واقع شویم، چگونه می توانیم محبوب باشیم، محبوب قلوب دیگرا. علمای روانشناسی و علمای اجتماعی به این نظر هستند که هر انسان من حیث انسان دوست داره محبوب باشه. هیچ انسانی در روی زمین پیدا نمیشه که در جای بود و باش کنه، در جای زندگی کنه که احترامش نشوه، توهین شوه، تحقیر شوه، توجه به حالش نشوه. هیچ انسان همچو مکان و همچو محیطی را خوش نداره. هر انسان خوش داره که محترم باشه، هر انسان خوش داره که در اجتماع باشه، چون انسان در ذات و طبیعت خود مدنی به طبع هست. 5 چیز در وجود هر انسان جزی طبیعت و جزی فطرتش هست. 5 چیز. هیچ انسانی در روی زمین پیدا نمیشه که این 5 خواسته در وجودی از او، 5 نیازمندی وجود نداشته باشه.
اولین نیازمندی در وجود یک انسان عقیده هست. هیچ انسان پیدا نمیشه که او از عقیده مستغنی باشه. یعنی ما میتونیم به صراحت بگوییم که در روی زمین بی دین وجود نداره. انسانی که دین نداشته باشه، عقیده نداشته باشه، اصلا وجود نداره. حتی انسانهایی که در محیطی به دنیا آمد، در محیطی به دنیا آمد که اون محیط یا اشخاصی که در اون محیط زندگی میکرد، اونها بت پرست بودن، اونها مشرک بودن. وقتی این چشم در همچون محیط باز میکنه، بعد از اینکه بزرگ میشه فکر میکنه که امو ذاتی که ما به او پناه ببرم، در وقت خوف و خطر از او کمک بخوایم، نیاز خود از او بخوایم، ضرورتی خود از او بخوایم، شاید امی بت باشه. و همین خاطر است که پیغمبر میگه هر انسان موحد به دنیا میاد، متدین به دنیا میاد، دارای یک عقیده و یک نزعه دینی میباشه. ثم ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. بعد پدر و مادر است که او را یهودی میسازه، او را مجوسی میسازه، او را نصرانی میسازه. این پدر و مادر نقش داره در دین اولادش، در عقیده اولادش. اگر یک پدر و مادر امروز اولین کلمه ای که باید به طفلش بده اسلام باشه، کلمه باشه، دین باشه، سوره های قرآن باشه، اولاد خودت دیندار و مسلمان بزرگ می سازن. ولی یک پدری که امروز به اولاد خود کارتونی ها را به اصطلاح چالان میکنه، یا هم کارهایی را میکنه، یا حرکت هایی را انجام میده که کاملا با اصول اسلام در تج و تناقض است، پس این پدر و مادر است که اولاد خود به دین تربیت کرد. هدف ما ایج است دوست عزیز که هر انسان فطرتا دیندار به دنیا میاد. هیچ انسان به دین در روی زمین وجود نداره، وجود نداره. و هر انسان به چیزی باید عقیده داشته باشه. یقین کنین یک انسان اگر به خدا عقیده نداره، باور کنین حتما به چیزی دیگری عقیده داره. یک انسان اگر به پیغمبر باور نداره، حتما به یک پیغمبر دیگه باور داره. یک انسان اگر به آخرت باور نداره، حتما به چیزی دیگری باور داره. دومین چیزی که در وجود انسان ها طبعی و فطری است و لابدی است که هر انسان داره، انسان ها هدفگرا هستند. انسان ها هدفگرا هستند به این معنی که هر انسان میخواد دنبال هدفی راه بروه و هدف خود به دست بیاره. هیچ انسان در روی زمین پیدا نمیشه که او به هدف زندگی کنه، به برنامه زندگی کنه. برابر از هدفش نبیل باشه یا هدفش دنی و پست باشه، هدفش مقدس باشه یا هدفش هم پست و ذلیل باشه. ما را همراهی بکنیم دوست عزیز بعد از نشر حدیث. دوباره زود برمیگردیم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه روايات ميكونات كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: هیچ صدقه مال را مواجه به نقصان نکرده و هیچ بنده ای را عفو گذشت جز عزت نفسوده و هیچ کسی برای خدا فروتنی نکرده مگر اینکه خداوند او را برتری داده است. حسین حد عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان پیرامون موضوع خیلی مهمی که چگونه می توانیم در قلوب یک دیگر مؤثر واقع شویم، چگونه می توانیم محترم باشیم نزد دیگرا، چگونه می توانیم محبوب باشیم در قلوب دیگرا، خوش آمدید می. قبل از او گفتیم برخی اشیا، برخی طبیعت هایی است که در وجود انسان جز طبیعت و فطرت انسان است. اول عقیده، دوم انسان هدفگراست. هر انسان من حیث انسان دنبال یک هدف است. اگر هدفش مقدس است یا هدفش نامقدس است، اگر هدفش مطلوب است یا نامطلوب است، ممتاز دنبال یک هدف میگرده. اگر یک تعداد هدفش دین نیست، حتما هدفش دنیاست.
یک دیدار اگر هدفش آخرت نیست، حتما هدفش مسائل دیگه است. یعنی هر انسان من حیث انسان هدفگراست و دنبال یک هدف و دنبال یک خواست میره. سومین چیزی که در وجود انسان ها طبیعتا وجود داره و هر انسان به اون نیاز داره، مقلد بودن است. مقلد بودن، این نزعه وقتی مدیریت نشوه، هر انسان مقلد است. ما امروز میبینیم یک تعداد از رقاصه ها تقلید میکنه، یک تعداد از عالم تقلید میکنه، یک تعداد می از پیغمبر تقلید میکنه، یک تعداد می از یک خواننده و یک آوازخوان، موسیقی خوان تقلید میکنه. و حتی ما انسان هایی داریم که از بچهای فیلم، دخترای فیلم تقلید میکنه. استادی در دانشگاه میگه، یکی از دانش آموزا میگه خیلی خیلی زیاد لجوج بود در داخل صنف و همیشه کوشش میکرد که با استاد در مقابلش استاد شد و حرفای ضرورت بکنه، گستاخی بکنه. میگه یک روز خواستم این شاگرد و این دانشجو را امتحان بگیره. دانشجوی عزیز تو مسلمان است؟ گفت الحمدلله ما مسلمان هستم. خوب وقتی مسلمان هستی، ما یک شخصی به نام ابوبکر در اسلام داریم، یک شخصی به نام عمر داریم. میگه خودت چملوک کرد، خودت چملوک کرد ولا قطیش گشت و گذار نکردی. خب از این چهره های کاذبی سینمایی گفت بگو، باور بکنین از ایتو بچه های فیلم میگه صحبت کرد که حتی از علاقش که چی را در زندگی دوست داره، فرنی را دوست داره، فلانش مچم چی را دوست داره، میگه از او صحبت میکرد. پس ما انسان هایی در زندگی خود داریم، در مجموع البته انسان ها مقلد هستند. اگر این خواست فطری یک انسان که در تقلید مدیریت نشوه، اگر اسلام تقلید نشد، از اسلام پیروی نشد، حتما از یک مشرک پیروی میشه، حتما از یک دین دیگری پیروی میشه. پس به خاطر پدرها و مادرها نقشی به سزایی در تربیه اولاد خود دارن، کوشش بکنن که اولادشان مقلد پیغمبر باشه، مقلد صحابه باشه، مقلد علما، دانشمندان، مجاهدین، مبارزین باشه. پس این چیزی است در انسان ها طبیعی و فطری. چهارمین چیزی که در انسان ها طبیعتا وجود داره، اهتمام به نیازهای روحی است. اهتمام به نیازهای روحی است. همان طوری که معده گرسنه میشه، به نان نیاز داره، به غذا نیاز داره. بدن وقتی سرد بخوره به لباس نیاز داره، باید بپوشیم. وقتی گرم شوه به سردی نیاز داریم. همچنین این روح ما، فکر ما، اندیشه ما به یک چیزی نیاز داره. اگر مثبت نیافت به منفی فکر میکنه. امروز ما انسان های منفیگرا و منفی باف ثلث جامعه ما را متاسفانه تشکیل میده. پس نیازهای روحی، یک تعداد میگه موسیقی غذای روح است، ولی چون برایش یک غذای روح پیدا نکرده، یک غذای مفید که روحش تغذیه کنه، او کلام خداست، کلام روح بخش الهی است، سخنان مبارک پیغمبر هست، پیدا نکرده، اینجاست که او مجبور است یک چیزی دیگر از برای روح خود غذا تعیین کنه. پس این چهارمین چیز. پنجمین چیز اجتماعیت است که انشاءالله موضوع محوری من امیز که گفتیم عنوان بحثمان و عنوان برنامه ما امی بود که چی گونه میتونیم در قلوب دیگران مؤثر واقع شویم. و آخرین نکته که اجتماعیت بود موضوع محوری ماست، ولی چون وقت با ما یاری نکرد، ان شاء الله العزیز وعده میسپاریم در جلسات آینده بحث خود تکمیل کنیم. از اینکه ما را همراهی کردین از همه تان تشکری میکنم. شما را به الله بنیاز تا دیدار بعد و برنامه بعد میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.